اگه شما از توضیح مینت استفاده میکنید و برای ساختار DNSش میخواید بیاید برید این فایل رو عوض بکنید که البته من این فایل رو به صورت دائمی با یه تریکی عوض کردم که تو ویدیوی بعدی بهتون میگم یه راه بسیار ساده وجود داره بچه ها که بتونید بیاید برید و این ساختار عجیب قریب DNS لینوکس رو خاموشش بکنید و به ساختار سنتی resolve.conf برگردید اینجا بند خدا خودش گفته گفته که این قسمت سیستم دی ریزالور در حقیقت باعث میشه که شما بیاید و این فایل به صورت اتوماتیک براتون ایجاد بشه کافیه من اگر دلم نخواد که اون رو داشته باشم بیام با استفاده از سیستم CTL بیام و این ساختار رو هم استاپش بکنم یعنی هم سیستم دیدش ریزالور رو استاق بکنم هم برای اینکه جلوش رو بگیرم که سیستمم وقتی داره ریبوت میشه دیگه نیاد بالا میام اونو دیزیبل میکنم این دوتا کار رو انجام بدید سیستمتون رو یه ریبوت بکنید صبر بکنید سیستم بیاد بالا تا بهتون بگم تیک نهاییش چجوریه و چه اتفاقی میفته و دیگه از شر اون ساختار دی چجوری راحت میشید خب بعد از اینکه سیستمتون میاد بالا شما وقتی میخواید بیاید از پینگ عددی استفاده بکنید خب سیستم شما داره ولی پینگ اسمی رو دیگه نداریم چرا چون ما آمدیم و اون ساختار رو در حقیقت حذفش کردیم و با این داستان مواجه میشید کافیه که بیاید داخل اون فایل قدیمی که داشتیم با استفاده از دسترسی سودو بیایم اون رو resolve.conf رو در حقیقت بیایم ادیت بکنیم و حالا من پسورد آبدینی رو هم میزنم کافی من بذارم نیم سرور با یه فاصله و مثلا بیام DNS سرور گوگل رو این سری ست بکنم DNS سرور شکن رو دوست داشته باشید ست بکنید و به همین راحتی پینگم هم بر میگرده و دیگه این فایل تغییر پیدا نمیکنه شما سیستمتون رو ریستارت بکنید که حالا بعدا میخوایم دوباره بیایم چکش بکنیم دیگه تنظیمات DNS دی نمی نمیپره چرا چون اون ساختار سیستم دیش ریزالور از بین رفته ما مجدد سب میکنیم تا این سیستم ما بوت بشه بیاد بالا ببینیم آیا کاری که ما کردیم به درستی اعمال شده یا نه ولی همیشه این کار رو انجام بدید یه روش دیگه ای هم وجود داره که شما میتونید بیاید اون قابلیت رو بهش تیل بکنید که البته پیشنهاد بهتون نمی کنم. داخل ساختار آلمام بهترین راهش اینه که همین کار رو بیاید انجام بدید و اون ساختار لینک رو از بین ببرید که به مشکل نخورید حالا ما اقداری باید تحمل بکنیم که این میشه گفتش مینتمون بوت بشه بیاد بالا من ببینم که توی ساختارش چه اتفاقاتی داره میفته و همینجوری به شما دوستان عزیز نشون بدیم که این بخش مربوط به دی ها که میتونه انقدر ما رو اذیت بکنه توی سیستم آیا دیگه تغییری پیدا کرده یا نه و ارزم به حضورتون که میایم /TC ایتیسی و ریزالف دات رو مشاهده میکنیم میبینیم که بله دیگه نیم سرورمون هم نیم سرور 4 تا 8 شده و دیگه تغییرات اتوماتیک ایمال نمیشه تا آموزش های بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم